سلام به دوستای عزیزم، به پیج مهسا پس خوش اومدین. امروز اومدیم با یه غذای خوشمزه دیگه. خیلی میتونه گزینه خوبی باشه برای مهمونی ها و غذای شامتون. برای درست کردنش اول کار ما 3 تا دونه سیب زمینی رو گذاشیم آب پس شد. بعد از این کاملا پخت شروع میکنیم به پوست کندن سیب زمینیمون و اونو داخلی ظرف شروع میکنیم به کوبیدن و کاملا له کردنش. داخل یه مایتابه پیاز و نگین خردش میکنیم و با روغن تفت میدیم. توی این فاصله میریم سراغ خرد کردن فلفل دلمه و قارچمون. حالا شما هر فلفل دلمه‌ای که دارین میتونین استفاده کنین و شروع کنین به خرد کردنش. فلفلان هم همونطور نگینی خردش میکنیم. فلفلا رو به پیاز اضافه می‌کنیم و شروع می‌کنیم به تفت دادن. کمی که تفت خوردن بهش ادویه‌هامون اضافه می‌کنیم که نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه، یک قاشق چایخوری زردچوبه، نوک قاشق چایخوری زنجبیل و حدود یک قاشق چایخوری نمک بهش اضافه می‌کنیم و شروع می‌کنیم به هم زدن و تفت دادنشون. حدود 100 گرم گوشت چرخ کرده احتیاج داریم که بعد از اینکه کمی تفت خوردن پیاز و فلفلمون بهش اضافه میکنیم و شروع میکنیم به باز کردن گوشت. کمی هم میتونین ادویه کاری و ادویه مخصوص پیتزا و لازانیا و ادویه دیگه دوست داشتین میتونین بهش اضافه بکنین و دوباره تفتش بدین. قارچ‌ها رو که خرد کرده بودیم توی این مرحله به موادمون اضافه میکنیم و تفتشون میدیم. برای خوشمزه شدن و خوش عطر شدنش از پیازشور جعفری استفاده می‌کنیم. اونا رو داخل موادمون خرد می‌کنیم و با هم دیگه تفتشون می‌دیم. اضافه کردن ذرت هم کاملا دل بخواهیه، اگه دوست داشتی میتونی اضافه کنی، نه که قابل حذف هستش. سیب زمینی همونو که له کرده بودیم به موادمون اضافه میکنیم و شروع میکنیم به مخلوط کردنش. میتونید کمی هم نمک بهش اضافه کنین چون سیب زمینی خودش مزه‌ای نداره. باز بچشید، اگه نیاز داشت نمک یا ادویه دیگه بهش اضافه کنین. بعد از اینکه مواد حساب مخلوط کردین خاموش میکنین و میذارین کنار تا کمی خنک بشه.
به نون لواش احتیاج دارین که به صورت نواری برش میزنین و از موادتون قسمت جلوی نون میریزین. البته خیلی مواد رو پر نکنین چون امکان داره موقع پیچیدن ازش بیرون بزنه. حالا از یه طرف به صورت مثلثی شروع میکنیم به جلو رفتن نون و پیچیدنش، همونجوری که توی فیلم کاملا مشخصه. حالا اندازه نون کاملا دل بخواهیه، میتونین سایزهای کوچیکتر یا بزرگتر از این هم درست کنین. بعد از اینکه همه مواد رو داخل نونا پیچیدیم، اونها رو داخل یه روغن کاملا داغ شده سرخش میکنیم و میذاریم همه طرفش کاملا سرخ بشه. مرسی که تا پایین این کلیپ همراه من بودین. خوشحال میشم منو به دوستانتون معرفی کنین و کانال منو لایک و سابسکرایب کنین. تا یه کلیپ دیگه و غذای خوشمزه دیگه، خدا نگهدار.